دکتر کردافشاری آمدن. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران و بینندگان عزیز. ریشه های سرگیجه در طب سنتی ایرانی چه هست در طب اسلامی ما و چقدر مزاج ها تأثیر در سرگیجه داره و چطور میشه با مزاج های مختلف سرگیجه های مختلف رو بررسی کرد؟ علت های متفاوتی توی بدن میتونه سرگیجه داشته باشه، از یک ضربه‌ای که به بدن یا سر یا قسمت دیگه بخوره تا بیماری های قلبی، مغزی، گوش، قسمت های دیگه، همه اینا میتونه سرگیجه بده. توی طب سنتی سرگیجه رو تحت عنوان صدر، دووار و صدر ازش یاد میکنن، دووار و صدر که انواع مختلف شبیه همین پزشکی نوینه، یعنی انواعش تفاوت زیادی با این نداره. میتونه مشکلات عصبی گوش باشه، میتونه بیشترش از نزلات میتونه باشه، اما ما داریم پرخوری هم میتونه نوعی سرگیجه ایجاد کنه بعد از مدتی، یا بیماری های مختلف دیگه هم میتونه سرگیجه ایجاد کنه. به هر حال کاری هم که توی طب سنتی انجام میدن مثل طب نوین علت ایجاد این سرگیجه ها بررسی بشه. یعنی ما اگر ندونیم علت ایجاد اینها چیه برطرف نمیشه. در نهایت اکثر این سرگیجه اونایی که به خاطر ضربه و اینا نباشه، به خاطر حرکت اخلاط توی بدنه، یعنی مواد زائد توی بدن حرکت میکنه و این اخلاط وقتی به سمت گوش یا سر یا مغز یا قسمت های دیگه میره، باعث عدم تعادل تو اون قسمت ها میشه و باعث این مشکلات میشه. مشکلات اعصاب و مشکلات ضربه ها و نخاع و اینا میتونه سرگیجه رو بده، قلبی میتونه و چیزای دیگه که طبق معمول میتونه سرگیجه بده. معمولا ما برای برطرف کردن سرگیجه توی طب سنتی پاکسازی بدن میکنیم، یعنی استفاده میکنیم از داروهایی که لینت مزاج بده، مواد رو از سر به سمت پایین بکشه و دفع کنه، مثل صبر زرد یا آلوورا که ترکیباتی که از اینا درست میشه، یا ترکیباتی هستن توی کتاب‌های داروسازی طب سنتی به نام ایارجات، ایارج فیقرا یا ایارج اسم با اسم ایارج، چیزایی که صبر زرد توش به کار رفته یا آلوورا به کار رفته، اینها رو با این عنوان میشناسن که اینا مواد رو از سر به سمت پایین میکشه و دفع میکنه. این کمک کننده است. ما ماساژ های مختلف داریم، روغن مالی های مختلف داریم، بوئیدنی های مختلف داریم، قطره هایی داریم، قرقره هایی داریم و مانور هایی که انجام میگیره برای بهبودی این، و داروهای تقویت کننده ای داریم مثل بادام و انجیر و مویز، اینا تقویت میکنه. اتفاقا یکی از بزرگان اخیرا دچار سرگیجه شد و حالا سرگیجه که با علت مغزی یا گوش یا ضعف عصب بود و اینا، یه نسخه خیلی ساده رو داشت اجرا میکرد. برای من خیلی جالب بود، ایشون روزی یکی دو وعده برگ تربچه برگش رو میخورد و روزی هم چند بار، 5-6 بار، هر بار دو تا انجیر خشک خیسانده تو آب عسل میخورد. با این دستور ساده داشت کنترل میکرد سرگیجه‌ش رو. بله. حالا علت سرگیجه‌ای که به خاطر اعصاب و مغز و قسمت‌های مختلف بود داشت کنترل میکرد. میخوام بگم میشه با چیزهای ساده هم کمک کرد به بهبودیش. اگه سرگیجه هات باشه، مشکل دار باشه، حتما باید مراجعه بشه، حتما باید بررسی بشه، علت‌های مختلف توی بدن بررسی بشه زیر نظر متخصص، زیر نظر پزشک طب سنتی، هر کدوم باشه باید اینا بررسی ها درست انجام بگیره. ما نباید سرگیجه ای که حاده در سرگیجه که ادامه داره ازش به راحتی بگذاریم، اما روش هایی مثل ماساژ، روش هایی مثل انتقال ماده، مثل غذاها و داروهایی که ما استفاده میکنیم میتونه کمک کننده باشه. بسیار بریم گذر داری ببینیم، برمیگردیم باز با آقای دکتر گفتگو خواهیم. راهیتون. اما یه چیز دیگه ای شایع هست این روزها، مخصوصا به دلیل رعایت نکردن نوع خوراکم هست، این تو آزمایش ها میبینیم که اسید اوریک یا همون اوره هی بالا میره و پا درد میاره. نه حالا ممکنه ورم انگشت پا یا قسمت های دیگه، نقرس یا چیزای دیگه، این همون نقرسه، مقدمه ای از نقرسه. بله، در واقع بالا رفت. برای این وقت چیکار کنم؟ ببینید آنیما، بالا رفتن اسید اوریک یا اوره یا کراتینین یا چیزهای دیگه به عمل کرده بدن، کبد، کلیه و قسمت‌های مختلف بدن ارتباط داره. ما یه پاکسازی معمولا تو بدن انجام میدیم. من خودم این نسخه رو از
جناب یعنی بارها دیدم اجرا کردن خیلی ها، حالا خیلی از بزرگان، خیلی از اساتید فوق تخصصا دیدم که این نسخه رو اجرا کردن. خیلی ها میان به من میگن آقای دکتر داروهای گیاهی ما مصرف نمی کنیم، این قاطی کنیم و اینو با این دم کنیم، اینا یه چیزی بده که ساده تر باشه. اتفاقا برای همین موضوع ما یه استادی بود، خیلی هم علاقه نداشت، یعنی علاقه نداشت اصلا داروهای گیاهی مصرف کنه. به من گفت چه دارویی میدی؟ گفتم من دارویی نمیدم به شما. گفت پس چی میدی؟ گفتم میوه میخوری. گفت آره. گفتم شما به جای صبحانه، صبحانه نخور، به جای صبحانه هر روز یه لیوان آب انگور، انگور طبیعی، حالا به صورت رنده کن، تخم و پوستش رو جدا میشه و اون قسمت گوشتیش و قسمت آبدارش رو میل کن. کسایی که مشکل معده دارن، معدهشون اذیت میکنه، آب انگور رو یا اون چی انگور رو باید با پودر تخم رازیانه و زیره بخورن، و کسایی که میترسن کلیه کبدشون مشکل داشته باشه، انسداد داشته باشه، یکم پودر تخم کرفس هم داخلش اضافه کنن. پس تخم کرفس، تخم رازیانه و تخم زیره، این چند تا رو پودر میکنن، یه قاشق داخل یه لیوانشون اضافه میکنن که اون عوارضی نداشته باشه. اینا معمولا بعضی هم نه، همینجور آب انگور میخورن، هیچ مشکلی هم ندارن. آب انگور طبیعی بدون هسته و پوست رو روزی یک لیوان به جای صبحانه، به جای صبحانه، یعنی صبحانه چیز دیگه ای نخورن، عملا تا یکی دو ساعت بعدش چیزی نخورن. معمولا این عمل رو تا 40 روز میگم ادامه بدن، و بعد 40 روز هر ماه 10 15 روز این کارو بکنن. شاید بگم 5 سال 4 سال 7 سال کسایی که این اقدام میکنن خوبه. حالا خواص انگور تو کتابای طب سنتی مخصوصا ادویه و بقیه نوشتن عنب یا انگور، عنب تحت عنوان عنب، و میگن انگور پاک کننده است، جالیه، منزج، نزج میده، میپزه مواد رو برای دفع، و مصفای خون رو، خون رو تصفیه میکنه، پاکسازی میکنه، اخلاط غلیظ و سوخته رو از بدن دفع میکنه، و معدل تعدیل میکنه، به اعتدال میرسونه مزاج های غلیظ، مزاج های سیاه، و خودش یک صاف کننده، خودش تصفیه خون میکنه. خواص متعدد دیگه‌ای برای انگور، غذاییتش از همه میوه‌ها زیادتره، یعنی به جای صبحانه که میگم چون غذاییت داره، میگم صبح ناشتا بخورن، ناشتا بخورن، چون ما منزج و ناشتا میدیم، خود این میشه یه منزج و نزدهنده مواد میشه، نیاز نیست داروهای مختلف بخورن، و معمولا مداومت به این کار، حالا هر ماهی چند روز، 10 روز 15 روز کمتر بیشتر به حسب شرایط بخورن، بار اول 40 روزه باشه بعدش ماهی بخورن، بعد آره این کارو بکنن، معمولا خودش لینت مزاجم میده، ملینم از پاکسازی هم میکنه، رنگ رو باز میکنه، اورات ها رو دفع میکنه، اصلا خواصش دفع اسید اوریک و اورات ها از بدنه، و در کنار این در نهایت کلیه رو هم تقویت میکنه. خب علتش تو کلیه است، پیه گرده رو میگه زیاد میکنه، فوق کلیه رو، کلیه رو تقویت میکنه و باعث دفع سموم از بدن. کار خاصیت انگور سمزدایی از بدنه. شما توی اینترنت هم سرچ کنید، تو مقالات جدیدم برید ببینید، بارها آزمودن که انگور خاصیت سمزدایی داره، خاصیت پاکسازی بدن، مثل سیب که این خاصیت داره، انگور هم این خاصیت داره. من واقعا به اینایی که توصیه کردم این کارو کردن، به جای صبحانه حتی چند خوردن. مدت بعد این کارو انجام بدن، معمولا تو فصلایی که انگور هست که میخورن، فصلای معمولا الان دیگه انگورا فصله، فقط آه. انگور شیرین رسیده باشه، انگور شیرین رسیده، بله، که رنگش فرق نمی‌کنه، نه 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 فرق نمی‌کنه، بهترینش انگور همون عسکری، انگور دانه درشت پوست نازک کم هسته است که این انگور خوبیه. بقیه انگورا معمولا از 24 ساعت تا 48 ساعت از چیدن انگور هم باید گذشته باشه تا استفاده بشه، مستقیما از درختش نکنن و استفاده نکنن. بله این اگر این کار رو بکنن معمولا اینا بهبود پیدا میکنن. خوردن گوشت قرمز برای اینا بسیار ضرر داره. بقیه پریزات هم خودشون معمولا میدونن خوردن ماکارونی، غذاهای غلیظ، غذا بادمجان، اینا براشون خوب نیست، و سعی کنن از غذاهای گیاهی بیشتر استفاده کنن، میوه ها بیشتر استفاده کنن که براشون مفیده. این نسخه ساده است، اما تو میدونید تو حمله حاد نقرس داریم و چیزای دیگه داریم که توی اینا معمولا تو حمله حاد ما از کلشسین استفاده میشه تو طب نوین که از 1 تا 4 گرم استفاده میشه، اما در دوزهای منقسم و تقسیم شده. اما ما گیاهایی داریم که سرشار از کلشسینن، مثلا مثل سرنجان، ما معمولا تو اینها داروهایی استفاده میکنیم که مثلا مثل حب رازی که توش مثلا سرنجان داره، صبر زرد داره، حلیله زرد داره و ترکیبات شبیه این که بر اساس افراد مختلف چیده میشه. بعضی هم دم کرده یه سرنجان و قلنجان میخورن، روزی 2-3 بار به اندازه 4-5 گرم سرنجان در روز با قلنجان دم میکنن میخورن. اینها باعث بهبودی وضعیت مفاصل و عروق و
بعد نقرس و اینا میشه. و بیشتر تو چه مزاج هایی ما میبینیم این معمولا مزاج های بیشتر مزاج های پایه، کسایی که پایه مزاج گرم دارن، دموی ها یا صفراوی، کسایی که مزاج پایه گرم دارن، ولی در بقیه مزاج ها میتونه این اتفاق بیفته که معمولا در نهایت اگر این اتفاق افتاد، اگر خواستن کسانی از تدابیر طب سنتی استفاده کنن، حتما باید مراجعه کنن بر اساس وضعیت بیماریشون براشون تدابیر. بعضی هم بادکش های مخصوص ما نقرس داریم، بادکش های مخصوص نقرس داریم، بله اصلا جاهای مختلف بادکش های مخصوص این کاره، یا مثلا فست یا اجامت یا زول درمانی بر حسب مزاج و اون خلط غالبی که تو بدن هست، خون باشه یا چیزای دیگه باشه، بر اساس بیمار تصمیم گیری میشه و اقدامات انجام. یه رژیم های مثلا سوپ جو و آب غوره و سبزیجات و گشنیز و شوید و اینا، این سوپ ها میتونه تو پاک سازی بسیار موثر باشه. و معمولا ما میگیم بهترین درمان غذاست. من در مورد اوره، کراتینین و اسید اوریک و چیزهایی که تو کلی اینا بالا میره، مواد زائد بدن، سموم بدن بالا میره به خاطر وضعیت کارکرد کبد و کلی اینا، ما معمولا تو سایت کیمیا مهرطب تقریبا آین ما 70 خوردی 80 بیماری رو تدابیر مجرب و تجربه شده ساده شو گذاشتیم سایت کیمیا مهرطب. میتونن دوستان از اینجا بردارن، رایگان هم هست، در اختیار هم هست. تدابیری که برای بیماری های مختلف غذا، چه غذایی بخورن، چه بخوریم، چی نخوریم، چه چیزهایی رو میوه هاشون اضافه کنیم، نوشیدنی هاشون و علت هایی که ایجاد میکنه و بهبود میده. در مورد اسید اوریک، اورکراتینین هم یه سری دستورالعمل های منم خودم معمولا تجویز بدم از همین غذاها، این تدابیره که معمولا انشالله کمک کنه به بهبودی و نتیجه بخشی. دست شما درد نکنه آقای دکتر، استفاده کردیم. انشالله هفته آینده هم باز شما رو ببینم. خواهش میکنم. ممنونم از شما. بینندگان عزیز، گذر دیداری بعد رو ببینید.